خب حالا خرید کوچیک زدیم، منتظر میفید تو جاده، هی در هیجان بیشتر میشه کجا قرار بریم. من میدونم که جای خفن با برمیدم کجا دقیقا. گل زود خوابی مثل همیشه قرباقه ساکه خوابیده. حالا همه با هم تو ماشین خوابم برده بود. اینجا برگری بادابینگ میگن خیلی باله. بریم امتحان کنیم ببینیم چطوره. چیه داستانش؟ چون برگر گوشتش بالانس مثلا 20 درصد چربی 80 درصد گوشت باید باشه، بیرونش کراست داشته باشه میدونیم، بعد توش ولی آبدار باشه. خیلی خوبه، نونش هم خیلی خوبه. ساشو آورد، ساسو چیپوتل هست، دو تا چاپل آورد و قرنبه هست. خب بریم بادا بین چطوره؟ گاز اول دوستم همیشه بدون هیچ سس اضافه همیشه. واقعا خوبه. خوبه واقعا خیلی خوبه. خب بادا بین برگر خوب بود یا نه؟ خوب بود. مسمرایزینگ. خیلی خوب بود. نمبر 1. آره. Yeah. So what were you gonna say? What was I gonna say? Yeah. We're on our way to the cabin and we're excited. Let's go. Let's go. جنگجو بودن و راه رفت و آمدم خیلی سخت بوده، درسته؟ بیشتر با از آب میمدم با قایق و کشتی نمیشد تعادل. قلقا هم میکردن دیگه وایکینگ بازی. پس یه اطلاعات اشتباه به من داده بودن که وایکینگ ها سویدی ها خوششون نمیاد خیلی راجع به این تاریخ وایکینگ صحبت کنن، چون اسم بکنن که وحشی بودن. بعد خیلی جالبه که عرفان هنوز خداهای وایکینگ ها رو اینا خیلی الان جدیدن خیلی ترند شده که اسمای بچه هاشون رو دیگه مثلا اسمای بایبل از رو بایبل انتخاب میکنن حتی، ولی الان برگشتن میرن روی اسمای اصیل وایکینگی اونا رو مثلا داستانی چه هماسی شونه دیگه تو تاریخ شرشونه مثلا اسما مثلا به نام رستم و سهراب اسفندیار و راست دیگه اینا رفتن الان مثلا اسم بچه رو نگاه میکنه مثلا بچه کوچولو به دنیا اسم میکنه آرنه. آرنه مثلا یک سلحشور مثلا وایکینگ بوده تو جنگی که مثلا حمله کردن به انگلند، اسم اون که بچه تاگه. بعد خیلی هم اسامی حیوانات دارن مثلا به نام اولف وولف وولف میشه یا مثلا بیارن خرس. بیارن آره. بیارن خرس میشه. آره مثلا جزاله. آره بیارن اسمای به قول معروف اپیک زیاد میذارن روی بچه. آره ما همین معروف ها رو میشستیم، اودین و دور و آره والهالا مثلا خیلی از منطقشون خیابوناشون حالا همون جنه خودمونه دقیقا. آره بعد این چجوری بوده اصلا یک سوژه وقتی حمله میکردن وقتی حمله میکردن اینا مثل انتحاری های مثلا الان بودن که اصلا به زندگی دیگه فکر نمیکردن. اینا فقط دوست داشتن چون کسی که میرفته به والهالا کسی بوده که تو جنگ کشته میشده، یعنی اگر آره. یه سرباز شهادت. دقیقا آفرین. بس اینا سوئدی هم تشنه شهادت هم فقط ایرانی ها نیستن. اینا هم توی فرهنگ اساطیریشون دقیقا همینو دارن که کسی که توی جنگ یعنی یک سرباز وایکینگ یک وایکینگ اگر میخواد داره وارد والهالا بشه این باید توی جنگ کشته بشه و لبیک بگه خوشحالی میرفتن که بمیرن، یعنی هم وقتی میجنگیدن بعد یعنی میرفتن که دیگه بر نگردن در این حالا. آره تو چیز هم حتی تو فیلم اینفلوئنسش خیلی داره، مد مکس هم توی مد مکس آره. دو قشنگ همین کارو میکنن، یه اسپری هر میزدم در میرم به الهالا. اینم جالب
رسیدیم. بالا اینجا پارکینگ تو همین چی میشه؟ اینو ساخت؟ ببین شما 20 نفر ایرانی هیچ کاری نکردین، یه سوئدی اینو ساخت. ببین چهار تا ستون ما اینجا هی کباب سیخ کردیم، هی خوردیم، هی میزه اونو ساخت. آخر دیدیم ما خدا حافظ. ببین دو تا آرشیتکت اینجا بودن کباب درست می‌کردن. یه سوئدی اینجا تنها. تازه الان وسایلش هم اونجاست، داره بازم می‌سازه چیزا اینجوری که گوش میاد. از این شما داره. خیلی وقت نمی‌ده. بیرونش رو که دیدیم بریم یه ساعت تو ببینیم. یه کلبه هست، یه خونه میشه گفت تا حدود سنتی سوئدی، حداقل کارهایی که میکنیم سنتی سوئدی. درون نمیتونی داشته باشی اینجا، ولی ما شاید به هر حال قانون ها رو بشکنیم، ولی خوبه برای گروه های بزرگ، خیلی باحاله برای شام. و دوست دارم مشخصه همه چی هم چوبی های حالت و بخوره به فضا دیگه هم. یعنی خونه خیلی مدرن به نظر من، دوست داشتم بیدیم اینجا. در بارنیارد خیلی باحال داره. بعد بیرون میای ببینید اصلا صخره اینجاست، سنگه. بعد اینجا هاتاب داره، هیزم. خیلی سرده صورت تدارکاتون ببینید آماده باحال خیلی. اینجا دوش داره، بیرون هم برای نشستم ببینید خیلی باحال. این صخره اینجاست، قشنگ خونه بغلشه. اینجا هم سونای خشکه که باز با هیزم کار میکنه، خیلی شاید معلوم نباشه. خب در هاتابو به اصطلاح برای آب گرم همین داره باز میکنه، با سنتیه. یعنی این در بهتون نشون بدم که چجوری گرم میشه. حتی هاتابش هم مدل قدیمی با چوب گرم میشه، خیلی باحال. بنز کافی هم هیزم هست. کاراشونو خونه که منظره داره خودشون برداشتن. بله، اینجا هم یه قسمت دیگه هشه که مثل گفتن یه توی این آبه قراره بریم. وای از حالا فکرشو میکنم مثلا پشیمون شدم، ولی بعد بریم، بعدم میایم. نمیدارم توی یکی از این سالا بعدم میفهمیم دیگه که مثل که توش دوباره سونا دارم. بعد یخ اینجا شم چیزه که ببینیم سوال یخ سر باشه. اصلش دو فکرم دنی تنها این سوال لباس نیست، نه این هم سونایی داشت. ولی خیلی تاجش خیلی خونه با حالی بوده. دنی داره چیل کنه و پشت مشتا دنبال هارد دیسک کرد بگونم چرا عکس خودش الان اینه یارو یه دونه. آقا این گربه یه هم اومد خودش اصلا نمیخواد نمیخورم دوست کلا یه شقدر پر روی اومده کنش مالید به من نمیدونم معلومه اینا بدم کم عکاسی شب هم میکنم. خیلی دوست دارم عکاسی شب از واقعا شکل خیلی دوست دارم معلوم میشه عکسی نه خوشش چه ببین چویس ما بود نداشتم بچه این هم نه که گوزنی هم بید گوزنی هم بید الگه البته تو سوید الگه دیگه موس یه بازی دوستانه بریم ما هم یه بشیم. هر هم که اینجا این داغ خیلی خونه که همین داره بادم این که داره ورزش میکنه دنیه یه هم داشت حرارتشو ببریم بالاتر. چنده؟ 80 درجه. یه میای بیرون یه دنی Steam is coming off of us.
We're the hottest things in Sweden right now. داغ خیلی خفنه. و بیرون هوا مثلا منفی 5 درجه است. هات تابش هم خوبه. نه. نه فکر نمی کنم. اگه سرد بود نمی توی اون یکی دو. اوکی ها؟ نه 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 خوبه. خوبه.